40 سازمان غیر دولتی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در بیانیه مشترک اعلام کردند که مقام‌های عربستان سعودی در حالی میزبانی انجمن مجمع حکمرانی اینترنت IGF را بر عهده گرفتند که منتقدان فضای مجازی و حقیقی خود را زندانی می‌کنند که این مسئله عمق ریاکاری و رفتار دوگانه آنان را برملا می‌کند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که توجه شما را به دیدن و شنیدن آن جلب می‌کنم. 19 مجمع حکمرانی اینترنت با حضور رهبران اقتصاد دیجیتال از 160 کشور جهان از 15 تا 19 دسامبر 2024 در مرکز همایش‌های بین‌المللی ملک عبدالعزیز در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود. در این مجمع بیش از 10,000 کارشناس از 160 کشور جهان شرکت خواهند کرد و بیش از 1,000 نفر سخنران بین‌المللی در بیش از 300 جلسه و کارگاه آموزشی شرکت نموده و سخنرانی خواهند کرد. در این مجمع تدوین روندها و سیاستهای بین‌المللی در مورد تحولات حاکمیت اینترنت مورد بحث قرار خواهد گرفت. در همین راستا 40 سازمان غیر دولتی و سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مقامات عربستان سعودی باید فوراً همه کسانی را که به طور خودسرانه و صرفاً به دلیل بیان نظرات خود بازداشت شده‌اند پیش از برگزاری مجمع آینده مجمع حکمرانی اینترنت در ریاض آزاد کنند. یکی از موضوعات کلیدی در مجمع سالانه سیاست عمومی دیجیتال که قرار است از 15 تا 19 دسامبر 2024 برگزار شود، پیش برد حقوق بشر در عصر دیجیتال است. این سازمان‌ها عربستان سعودی را که میزبان این رویداد است را به ریاکاری متهم کرده و بر این واقعیت تاکید کردند که همچنان سرکوب، باستان فضا، ناپدید شدن اجباری و ارعاب منتقدان در سکوت در این کشور ادامه دارد. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین‌الملل در این رابطه گفت که مقامات عربستان سعودی 100 روز قبل از شروع این مجمع فرصت دارند تا صداقت خود را نشان داده و سرکوب شدید آزادی بیان را کاهش دهند و ثابت نمایند که از این رویداد به عنوان فرصتی برای انجام اصلاحات واقعی و نه به عنوان بخشی از سرپوش گذاشتن بر آنچه که در واقع در عربستان سعودی در حال رخ دادن است استفاده خواهند کرد. مقامات سعودی برای اثبات اینکه میزبانی آنها از این کنفرانس در مورد آینده حکمرانی اینترنت برای پاک کردن حقایق نیست، باید قبل از شروع IGF همه کسانی را که صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان در فضای مجازی و حقیقی بازداشت شده اند آزاد کنند. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که بسیاری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که معمولاً در کنفرانس سالانه شرکت می‌کنند، نگرانی‌های جدی خود را در مورد سفر به عربستان سعودی برای شرکت در این کنفرانس ابراز کردند و با توجه به پیشینه عربستان سعودی در ساکت کردن و زندانی کردن منتقدان از دستگیری، آزار و اذیت یا کنترل می ترسند. عفو بین‌الملل از کمیته سازماندهی IGF خواسته تا از مقامات سعودی تضمین‌های لازم مبنی بر اینکه هیچ کس از ورود به کشور برای شرکت در کنفرانس منع نخواهد شد را دریافت کنند تا هیچ یک از شرکت کنندگان IGF با هیچ گونه آزار و اذیتی از جمله بازداشت و کنترل مواجه نشده و همه شرکت کنندگان بتوانند آزادانه صحبت کنند. در سالهای اخیر عفو بین‌الملل رخدادهایی را مستند کرده که طبق آنها مقامات سعودی سرکوب وحشتناکی را علیه افرادی انجام دادند که حتی کوچکترین دیدگاه مخالف یا انتقاد آنلاین از خود نشان ندادند. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین‌الملل تصریح کرد این موارد بیانگر حقیقت تاریکی در مورد سرکوب آزادی بیان آنلاین توسط مقامات سعودی است
که اگر آنها در رابطه با ایفای نقشی در رهبری جهانی در سیاست عمومی دیجیتال جدی هستند، باید عزم خود را به منظور احترام گذاشتن به حق آزادی بیان برای همه افراد با اصلاح قوانین مبهمی که در رابطه با برخی از کنش‌ها مانند قانون مبارزه با جرایم سایبری جرم‌انگاری می‌کنند جزم نمایند و قاطعانه به روش‌های سرکوبگرانه نسبت به منتقدان فضای مجازی و حقیقی پایان دهند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای آموزگار، به نظر شما آیا هشدارهای سازمان‌های حقوق بشری و عفو بین الملل در تغییر رویکرد عربستان و سعودی مؤثر است و از این پس می‌توانیم شاهد آزادی بیان مخالفان به ویژه شیعیان در این کشور باشیم؟ سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما و همکاران عزیزتون و بینندگان عزیز برنامه. عربستان اگر هم با این هشدارها و این اخطارها به طور موقتی وضع حقوق رعایت حقوق بشر رو در کشورش بهبود بده و این کنفرانس رو برگزار کنه، به نظر نمیرسه بتونه در دراز مدت به این وضعیت ادامه بده و ما بتونیم شاهد بهبود و رعایت حقوق بشر در اون کشور باشیم، چون تناقض‌های زیادی که بین سیاست‌های بن سلمان با فرهنگ اون کشور وجود داره، آزادی بیانی که در اونجا وجود نداره مثل خیلی کشورهای دیگه دیکتاتوری و غیره، اجازه این کار رو به عربستان نمیده متاسفانه. سپاس از شما سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران.